سلام، من مهتاب قربانی هستم، شاعر، نویسنده و فعال حقوق بشر. البته بسیاری از شما که این ویدیو رو میبینید و مخاطبین صفحه من هستید و یا برنامه های من رو میبینید، من رو میشناسید. اما من این ویدیو رو امروز به این دلیل ضبط میکنم که دو دسته پیام داشتم. یکی از بعضی از مخاطبینی که تازه برنامه من رو میبینن، تازه توی صفحه فیسبوک من یا اینستاگرام من با من آشنا شدن و مایل هستن در مورد تفکر سیاسی من اطلاعاتی داشته باشن، و دسته دیگه از کامنت هایی که داشتم سوال پرسیده بودن در مورد تفکر سیاسی من به دلیل طیف گسترده ای از دوستانی که من دارم. لازم دونستم که خیلی خیلی کوتاه در حدود یک دقیقه برای شما توضیح بدم. اولا اینکه من در میون ایرانی ها دوستان زیادی دارم، از هر تفکر سیاسی، از با هر اعتقاد مذهبی، از جمهوری خواهان، اصلاح طلب ها، ملی مذهبی ها، مشروط خواهان، سلطنت طلبان و به هر حال دوستان بسیاری دارم که از نظر فکری، از نظر اعتقاد سیاسی و دینی با همدیگه تفاوت داریم، اما همه ما یک هدف مشترک داریم و هدف ما رسیدن به روز براندازی حکومت جمهوری اسلامی ایران و حاکم شدن یک حکومت مردمی در ایران هستش. اما چیزی که من بهش اعتقاد دارم، من به عنوان مهتاب قربانی به حاکمیت یک نظام جمهوری، سکولار، دموکرات، سوسیال و لائیک اعتقاد دارم. من هیچ نزدیکی فکری با سلطنت طلب ها ندارم، اگرچه که دوستان عزیزی دارم، دوستانی دارم که در صفحه من، در فیسبوک من، در اینستاگرام من با من دوست هستند، طرفدار سلطنت هستند، اما ما همیشه با همدیگه گفتگو داریم، با همدیگه بحث میکنیم و من اساساً به خیلی از دلایل که در این زمان کوتاه نمیگنجه با مسئله سلطنت در ایران مخالفم و باهاش اشکال دارم. بسیار متاسفم، غمگینم از کشته های بسیار زیادی که مجاهدین در سالهای طولانی در ایران دادن، از ستمی که بر مجاهدین رفته، اما هیچ نزدیکی فکری باهاشون ندارم و اصولا چون آدمی هستم که لائیکم و هیچ اعتقاد مذهبی ندارم، بنابراین در همین اول کار نمیتونم با مجاهدین هیچ نزدیکی داشته باشم و با ملی مذهبی ها به همین دلیل. با اصلاح طلب ها هیچ نزدیکی فکری ندارم، دوستان کمی دارم در طیف اصلاح طلب، ولی دوستانی دارم که اتفاقا خیلی هم برام عزیزن. اما اساسا و اصولا باورم این هست که حکومت جمهوری اسلامی به ما نشون داده با عمل کردش که اصلاح پذیر نیست و نخواهد بود و این حکومت باید از پایه بره. هیچ اعتقادی هم به عملکرد اصلاح طلب ها ندارم، به خاطر اینکه معتقدم حتی با عملکرد ضعیفشون جنبش مدنی مردم رو سالها به عقب بردن. یک سوالی که از من پرسیده بودن این که آیا تو به انقلاب معتقدی؟ بله معتقدم، نه به انقلاب خشونت آمیز. به طور کلی اعتقاد دارم که باید تا جایی که میتونیم از خشونت پرهیز بکنیم، باید رادیکال باشیم. رادیکال بودن نه به معنی اینکه همه چیز رو خراب بکنیم، خشونت بکنیم، به معنی اینکه پیشرو باشیم در سازندگی، در اصلاح فرهنگ اجتماعی، در ایستادن بر سر آرمانهای انسانیمون. اما با خشونت بسیار مخالفم، هرچند که اعتقاد دارم یک جاهایی واقعا آدم ناگزیر میشه برای دفاع از خودش کاری رو بکنه که علارغم میلش هست، ولی چون در اون شرایط زندگی کردم، در ایران بارها توی تظاهرات در شرایطی قرار گرفتم که واقعا
احساس میکردم برای دفاع از خودم شاید مجبور بشم هر کاری انجام بدم، هرچند که البته ما همیشه فرار میکردیم، قدرتش رو و زورش رو نداشتیم که وایسیم و از خودمون دفاع بکنیم، ولی به هر حال میدونم که در شرایط سخت بعضی وقتا آدم مجبور میشه که از خودش دفاع بکنه. اما به طور کلی با خشونت مخالفم، با مبارزه مسلحانه مخالفم، مخالف سرسخت اعدامم و مدافع سرسخت حکومت جمهوری سوسیال دموکرات و لایک هستم و اعتقاد دارم سیستم جمهوری علی رغم نواقص بسیاری که داره در زمان کنونی با فهمی که بشر امروز داره، با دانشی که بشر امروز داره، تنها سیستمی هستش که میتونه جوابگوی نیازهای یک جامعه باشه. شاید در آینده با پیشرفت‌های بشر، با تغییرات اساسی در فرهنگ، ما بتونیم به جاهای دیگه برسیم، به سیستم ها و شکل های دیگه برای حکومت برسیم که خب خیلی ها الان در موردش صحبت میکنن، اما من فرصت ندارم که الان در موردش صحبت بکنم. به هر حال مرسی که برای من کامنت گذاشته بودین، مرسی از سوالاتون، مرسی که ویدیوی منو میبینین و مرسی.